Beijing. 91 کشور در المپیک بیجنگ با مجموعه 109 رویداد در 15 رشته ورزشی شرکت می کنند. در بیجنگ مقام های المپیک پروتکل های سخت گیرانه را برای جلوگیری از گسترش کووید 19 اعمال کردند. تکت ها به مردم فروخته نخواهند شد. بیجنگ سیستم علقه بسته را اعلام کرده است که در آن ورزشکاران و سایر افراد درگیر در المپیک بدون تماس با عموم مردم کار می مسابقه میدهند غذا میخورند و میخوابند. ورزشکارانی که واکسین نشدن باید 21 روز را در قرنطینه قبل از بازی ها گذرانده باشند اما کووید 19 تنها مانع برای بازی های المپیک بیجینگ نیست به گزارش واشنگتن پست ائتلاف از فعالان بین المللی با استناد بر رفتار چین با اویغورها و سایر اقلیت های قومی در ولایت شمالی سینکیانگ چین برای تحریم آنچی بازی های المپیک نسل کشی 2022 میخوانند فشار آوردند با توجه به نسل کشی و جنایات علیه بشریت در سینگیانگ و سایر موارد نقص حقوق بشر اداره بایدن هیچ نمایندگی دیپلماتیک یا رسمی به با بازی های المپیک زمستانی و پارا المپیک 2022 بیجنگ نخواهد فرستاد. با گزارش شبکه تلویزیونی دولتی سی, سی تی چین، سخنگوی وزارت خارجه چین از سیاسی شدن المپیک بیجینگ انتقاد کرد. ورزش ربطه به سیاست ندارد. المپیک یک گردمایی عالی برای بسیاری از ورزشکاران و طرفداران ورزش است. نه سانه برای موزیگیری های سیاسی. اندروز مالبست استاد اقتصاد در کالج سمت میگوید که با وجود اعتراض جهانی علیه نقض حقوق بشر توسط بیجینگ نه کمیته بین المللی المپیک غیر سیاسی و نه ان بی سی یو پخش کننده انحصاری المپیک در ایالات متحده علیه بیجینگ اردو موضع خاص نخواهند گرفت همه آنها سرمایه گذاری های انگفته در این بازی ها کردن و می که آنها به نتایج خوبی دست یابند. آنها نیاز به همکاری با یکدیگر دارند. با گزارش برایتی دات کام، باچالش یو با چالش بزرگ در جذب بینندگان به این رویداد مواجه است. نه تنها به دلیل نقض حقوق بشر در چین، بلکه همچنان به این دلیل که شش ماه پس از بازی های المپیک تابستانی در توکیو، تماشاچیان در حال گذراندن چیزی هستند که آن را خستگی بازی های المپیک می‌نامند. ریاض تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.